جونم چرا گریه میکنی؟ ببین زندگیمون چی شد؟ بیگناهی سامان بستگی داره به گرفتن آرش. آخه من چطور دلم راضی شه پسرمو بگیرن و قصاص کنن؟ آرش همین روزا میره. آره امشب پرواز داره. تو به این خواهر برداری شک داری؟ خب چرا نمیره آگاهی؟ نمیفهمم چرا این کار نمیکنی. آرش تلفن تو جواب نمیده؟ نه 3-4 روزه که دیگه با هم تماس نگرفته. جلال من در رابطه با اون دختر خیلی تون روی کردم. ناراحت؟ بله که تون رفتی، ولی بالاخره تکلیفتو با خودت مشخص کن. از یه طرف میگی اونا یه چیزی میدونن از تو پنهون کردن، از یه طرف ناراحتی که تون رفتی. قاسم یه فکری تو سرمه، از دیروز همینجور یه فکری تو سرم داره میچرخه. خب بگو. میگم شاید به خاطر دعوایی که پژمان خدا بیامرز با شادی کرده بود آرش قاطی ماجرا شده باشه، یا شاید اومده پادرمیونی کنه و دعوا شده. قاسم شما رو آرش رو بده من. میخوای چه کار کنی؟ نه ترس، میخوام باهاش صحبت کنم، چیزی نمیگه. یکم برات پول آوردم جا دست خالی نمونی، بگیر. شرمندم. تو برای آزاد کردن خونم پول گذاشتی، الانم که این دلارا من چجوری جبران کنم؟ نمیخواد جبران کنی، فقط برو. بله. سلام آقا آرش. دکترم. کی؟ دکتر، دوست قاسم. چیزی شده؟ شما باید بگی. منظورتون چیه؟ آرش جان، قاسم اصلا حالش خوب نیست، دیگه نمیتونه راه بره، این مسائل حسابی اونو از پا انداخته، میخواد تو رو ببینه باهات حرف بزنه. من دیگه هیچ حرفی ندارم، خواهرم همه چی بهشون گفته. آرش جان این مدت همیشه کنارش بودی، ما الان دلش میخواد باهات حرف بزنه. گفتم هیچ حرفی ندارم، خداحافظ. کی بود؟ هیچکی. یعنی چی هیچکی؟ هیچکی نبود. آرش با تو هم میگم، کی بود تلفن؟ دوست قاسم بود، میگه پیرمرد حالش خوب نیست. این خیلی طبیعیه، فقط تو احساساتی نشو. من شب میام دنبالت، میبرمت فرودگاه. من هم زندگی خودمو هم زندگی تو رو تباه کردم. تو که نمیخواستی اینطوری بشه، الان فقط جون تو مهمه، نباید بمونی دستگیرشی. کی میدونه بعدا چی پیش میاد؟ رونا میدونی فرار یعنی چی؟ یعنی اول در به دری. تو تصمیم تو گرفتی، تو رو خودت دیگه به این چیزا فکر نکن. من شب میام دنبالت میبرمت. باشه آرش، شب میام. کاش خونه رو فروخته بودم، الان ما این وضعیت نمیدونم چی میشه. همین خونه که من دیدم داغون شده، اصلا پکیده.
باید روز درستش کنم. قابل تعمیر هست؟ آره ولی راحت 10-12 میلیون خرجشه. شاید هم بیشتر. 10-12 میلیون ندارم که. سر کارم نیستم. سر کار نیستی. من میگم یه مدت بیا همین تعمیرگاه کنار دست خود من وایسا. البته من دستمزد بالا نمیتونم بدم ها. ولی بالاخره یه پولی در میاد دیگه. کاچی وضعی چی؟ خسته نخور بابا. من خودم کمک میکنم خونه رو ردیف میکنم. میخوام برم قاسم رو ببینم. قاسم رو برای چی؟ بابا اونا همین الان هم احتمالا شاکی هن که تو با وثیقه آزاد شدی. قاسم شک داشت من پسرشو کشتم. الان هم بعید شاکی بشه. من میگم نرو. الکی الکی شعر میشه. باید برم ازش سوال دارم. کله شقی دیگه. حرف گوش نمیدی. آخر کار خودتون میکنی. حالا عجله نکن باید دیدن قاسم. یه اوستاکاری هست آدم منصفیه. من بهش یه زنگی بزنم. بره خونه رو ببینه. فکر کنم بشه راضیش کرد که کار تعمیراتو شروع کنه. ما بهش خورد خورد پول بدیم. من هیچی پول ندارم. نه آدم منصفیه. راه میاد با هم. حله؟ حله. سلام. سلام مادر. نرفتی سر کار؟ حوصله نداشتم. یعنی چی؟ رامین که دنبال کارهای کارخونه است. آرش هم که نیست. شما مگه نری چی میشه؟ نکنه همه کارها رو سپردین دست ندا. رونا، این روزا هیچ سر از کارهای تو در نمیارم. چه اتفاقی افتاده برات مادر؟ چیزی نشد. تو آرشی که اینقدر دوستش داشتی گذاشتیش کنار، میخوای با کامیار ازدواج کنی. من به من میگه چیزی نشده. به آرش زنگ میزنم جواب نمیده. خب بگو کجاست؟ من چه میدونم آرش کجاست ماما؟ یه بار به من گفتی مشکل آرش این دختر بنفشه نیست. نمیدونم افتاده تو دردسر یا داره یه ماجرایی براش پیش میاد. با شما به من بگو آرش چه اتفاقی براش افتاده. مامان من از آرش دیگه خبر ندارم. نمیخوامم داشته باشم. باور نمیکنم. تو بچه منی، بزرگت کردم. از صداد، نگات، نفست میفهمم تو دلت چی میگذره. هر اتفاقی هم بین تو آرش افتاده باشه این روز برای من روشنه. تو این پسره رو هنوز دوستش داری. نمیخوام راجبش حرف بزنم. منم نمیخوام بذارم دوباره اون اشتباهو تکرار بکنی. دفعه قبل خودم حالت دادم که با کامیار ازدواج کنی. بری سر زندگیت. این دفعه نمیذارم. نمیذارم چیه؟ مگه من بچه‌ام؟ بچه نیستی ولی مثل بچه‌ها رفتار میکنی. خودت نمیفهمی. تا چند وقت پیش نمیتونستیم اسم کامیار رو جلوت بیاریم. حالا چی شده تا بهت پیشنهاد ازدواج داده گفتی خب؟ ماما من فکرامو کردم، تصمیمم هم گرفتم. رونا زندگی شوخی بردار نیست مادر. اصلا کامیار اونقدرم که فکر میکنی آدم بدی نیست. ولم کنید دیگه. نمیخوام ولت کنم. چون نمیدونی چه بلایی داری سر خودت میاری. چرا مثل دختر بچه‌ها با من رفتار میکنین؟ گفتم تصمیممو گرفتم. فکر کنم انقدر بزرگ شدم که بتونم اختیار زندگیمو داشته باشم. شما؟ ساما؟ کی بود بابا؟ هیچکی، با من کار دارم بابا. چجوری جرأت کردی بیای اینجا؟ با تو هم میگم واسه چی اومدی اینجا؟ باید با قاسم حرف بزنی. که داغ دلشو تازه کنی؟ کی برات سند گذاشته اومدی بیرون؟ اونه بذار بیا تو حرفش بزنم. خب ببین کی اینجاست. قاتل پسرت اومده. سلام آموز. سلام. بذار بیا تو حرفی اگه داره بزن. بابا همه ی آتیش از گوره این بلند میشه.
این دنبال انتقام بود. وگرنه اگه رقم مزایده رو لو نداده بود به اون بهرامی، هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده بود. پژمانم هم الان نشسته بود تو خونه. خانم شما کجا میگم مطمئنی قتل آقا پژمان موی سر و مزایده رب داره؟ شاید یکی رفته بود دوزی، شاید یه اتفاق دیگه ای افتاده، نمیدونم. من شک ندارم قتل برادرم به دعوا و مزایده و این حرفا مربوط، وگرنه پژمان به کسی کاری نداشت. بذار بیاد تو ببینم چی میخواد بگه. مزاحمتون نمیشم آقا حسین، فقط یه سوالی ازتون داشتم. خب بپرس. شما مغازتون آتیش زدین، کلی پول از بیمه گرفتین، جنسای بابای منم همه سوخت. من فقط الان نمیدونم شما از جای جنسای بابای من خبر داشتین یا نه. مسئله خیلی برام مهمه. تو نمیتونستی این سوالو قبل از اینکه بری به مایسرا و اون برا سر بچه ای من بیاد بیای ازم بپرسی؟ موقع شک نداشتم، حالا دارم. حالا چه فایده؟ اتفاقی که نباید اون بیفته افتاده؟ آقا سم جون هر کی دوست داری یک کلم به من بگو، شما از جای جنسای بابای من خبر داشتی یا نه؟ خدا قسم که روح منم خبر نداشت. اصلا نمیفهمم، یعنی تو سر هیچی اومدی مصیبت سر خانواده منو بردی؟ تو نمیدونستی؟ تو اتفاقا همه چی رو میدونستی؟ داداش من مرد، تموم شد، رفت. تو تازه اومدی از بابای من بپرسی از جای جنسا خبر داشته یا نه؟ الان یکم دیر نیست؟ خانم یه لحظه خودتون بذارین جای من. من 5 سالم بود بابام جلو چشم سکته کرد مرد. من کجا میدونستم آقا حسین این ماجرا خبر نداره؟ من اگه میخواستم آقا پژمان رو بکشم این همه نقشه نمیکشیدم که برم تو ماهیسرا که بخوام رقم مزایده رو بفهمم. من قاتل نیستم خانم، الانم پشیمونم، اومدم جبران کنم. فقط بهم بگین چی کار باید بکنم. من بهت میگم باید چی کار کنم. برو چشم هر کاری شما بگید من بکنم. من مرده دیگه، هم بر نمیگرد. میخوای جبران کنی گوره تو گم کن خانم، دیگه هم این برا پیدات نشه. گم شو خانم. خانم خانم ما پشت عرب نمیمونه، قاتل آقا پشمان پیدا میشه. خانم بس کن دیگه ساله، عوض اینکه بهم دلداری بدی امید بدی همش داری تو دلمو خالی میکنی. بله برای اینکه نمیتونم بهت دروغ بگم. آرش جان کاری که داری میکنی تهش هیچ چیز غیر از پشیمونی. ما این بحثو چند بار قبلا با هم کردیم، من چاره ای ندارم. بفهم. چرا داری ولی نمیخوای انتخاب کنی؟ انتخاب کردن اعدام انتخاب نیست، بفهم ساله. مدت اگه تو نبودی وضعم از اینی که از خیلی بدتر بود. رفاقت رو در حقم تموم کردی. نه آرش جان، من اگه معرفیت میکردم رفاقت رو تموم کرده بودم. خیلی آخری مناس. الو باشه الان میام. من دیگه باید برم. مراقب مادرم باش. باشه باش. فکر قاسمه، نمیدونم الان تو ذهنش چی میگذره. ممکن
تا الان حد زده باشه که قتل پسرش کار من بود. یه چیزی فهمیده بود تو الان لوت میداد. اصلا چرا داری به این چیزا فکر میکنی؟ الان فقط باید فکر این باشه که بری خودتو نجات بدی. از مادرم خدافظی نکردم. تو که دیروز دیدیش بهش گفتی داری میری. آره ولی ازش خدافظی نکرد. رسیده فرودگاه به سنگ بزنی. باید قبل از رفتنم ببینمش. آرش ممکنه دیگه هیچ وقت نبینمش. رولا تو چند وقت خونه نمیری؟ میگی معتزه شاید یه چیزایی فهمیده باشه، اونجا رو زیر نظر گرفته باشه. خب الان دیر وقته، میتونیم بریم یه سر و گوش آب بدیم. اگه کسی نبود من میرم تو باشه. درد سر میشه برات. من تا مادرم رو نبینم نمیرم. نمیخواستم اینطوری بشه. هر جا برم فکر و ذکرم شماهایی. نمیدونم بدونم من چی کار میکنی. نگران ما نباش مادر. به ساله سپردم تنها تو نظر. اگه هر کاری داشتین بهش بگین. باشه همش تقصیر من. من اگه حرفی نمیزدم اینجوری نمیشد. گفتم بهت شادی دیگه این حرفو نزد. الان که سامان آزاد شده من دیگه خیالم راحته. مامان سامان پسر خوبیه، میتونن با هم خوشبخت بشن. یعنی دخترمو عروس کنم بدون حضور برادرش؟ آخه مگه میشه؟ باید بشه. چقدر بدون بابا سخت بود ولی ما از پسش بر اومدیم. یعنی شما از پسش بر اومدی طاهره خانم. پس از این به بعدم میتونیم. شما همیشه قوی بودی، الان هم باید باشی. شادی فقط شما رو داره ماما. یعنی دوباره میبینمه. معلومه. من هر جا برم بهتون خبر میدم. آرش من نمیدونم کاری که داری میکنی درسته یا نه. نمیتونم هم بگم نه رو. اگه بمونی ولی هرچی فکر میکنم فرارم کار درسته نیست. روناس من دیگه باید برم. شادی آرش منم با تو میام. تو رو خودم ها کار از اینی که از سخت درش نکن. آخه خداحافظ.
منو ببخش. من نمیخواستم اینطوری بشه. خودر چه دیدی؟ شاید همه چی درست شد. این دیگه آخرین باریه که هم دیگه رو میبینیم. رونو منو فراموش کن. نمیتونم. برو دنبال زندگیت. با من به هیچ جایی نمیرسی. قول بده که میری. قول بده وگرنه نمیرم. آقایان علی خانی و فعل الهی لطفاً به گیت خودتون حرف بزن. باشه چی؟ میرم دنبال زندگی. منو ببخش. من بهت بد کردم. جناب باسپورس، چی شده گودرزی؟ آقا یه خبر خوب، یه نفر رفته پیش پلیس و به قتل پژمان شریفی اعتراف کرده. چه اعتراف کرده؟ همین یکی دو ساعت پیش. الان کجاست؟ همینجاست، چند دقیقه پیش آوردنش. بریم نشونم بدم. بفرمایید. ایشونه. پاشو نمیخواستم این اتفاق بیفته. پژمان حرفایی زدش که من یهو از خودم بی خود شدم. دست به یقه شدیم، کتک کاری کردیم، من هولش دادم. من اصلا فکرشم نمی کردم از پنجره پرچه پایین. چرا همون موقع اورژانس رو خبر نکردی؟ اصلا نمی دونستم باید چی کار کنم. ترسیده بودم. اولش فکر کردم مرده. ولی بعدش که دیدم زنده است، نمی خواستم کسی بفهمه. برای همین خودم رسوندمش بیمارستان. خب از چرا با اون حالش تو حیات بیمارستان ولش کردی و رفتی؟ گفتم که ترسیده بودم، نمیتونستم ببرمش داخل، حتما میگرفتنم. بعدش هم که دیدم پدرش تنهاست، رفتم کمکش. چرا الان خودتو معرفی کردی؟ مگه نگفتی بلیت داشتی و میخواستی بری؟ من یه بار دیگه هم بلیت گرفته بودم که برم. حالا پدر پژمان بد شد، بردمش خونه تا دکتر بیاد بالای سرش. اون روزم پروازم رو از دست دادم و نرفتم. این دفعه چه اتفاقی افتاد که نرفتی؟ اتفاقی نیفتاد، فقط نتونستم برم. چرا وقتی امیر گودرزی رو دستگیر کردیم خودتو معرفی نکردی؟ اون موقع هنوز تردید داشتم، نمیدونستم باید چی کار کنم. ولی وجدانم هم قبول نمیکردش که تو زندان بمونه. برای همین برای سند گذاشتیم. حسینی، تو هم ازش خبر نداری؟ آخه مگه سیم کارت گرفتن چقدر طول میکشه؟
خیلی خوب. حالا اگه خبر شد به من خبر بده. من اگه چیز فهمیدم بهت میگم. خداحافظ. بله. شادی. آرش، مامان آرشه. پس کجایی؟ نگران چمچوش زودتر زنگ نزدی؟ نمیتونستم. مگه اتاق نگرفتی؟ تلفن نداری؟ نه. یعنی من نرفتم استانبول. نرفتی؟ چرا؟ آرشه. نتونستم. یعنی الان کجایی؟ تهرانی؟ من اومدم خودم معرفی کردم. الان هم دارم از آگاهی زنگ میزنم. آگاهی؟ آره چرا این کارو کردی؟ تو که داشتی میرفتی؟ آره از گیتم رد شدم اما نتونستم. صادق راست میگفت، اگه فرار میکردم دیگه راه برگشتی نداشتم. یه اون باید با عذاب وجدان زندگی میکرد. آره چرا این کارو کردی؟ میدونی حکمه چیه؟ الان نگران قاسمم. پیرمرد بفهمه چه حالی میشه. شادی تو برو باش صحبت کن، براش توضیح بده که چرا این اتفاق افتاد. باشه. آرش تو فکر میکنی اگه بفهمه پسرشو کشتی میذاره من باش حرف بزنم؟ بس آقا بریم. من باید برم. آرش دقیقه قد نکن. الو 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 مادر. آرش بریم آقا. آقای شریفی شما از شنیدن این خبر تعجب نکردین؟ میدونستین آرش جوانمردی قاتل پسرتونه؟ نه نمیدونستم. من فقط میدونستم که آرش و شادی یه چیزی رو از من پنهان میکنه. شادی جوانمردی خواهرش. بله تو مویسرا برای پسرم کار میکرد. این دختر این همه وقت میدونست که برادرش قاتل بچه بره، ولی هیچی به من نگفت. جای تعجبی هم نداره، برادرشه. الان آرش کجاست؟ توی بازداشتگاه، البته موقت. تکلیفش که معلوم بشه میفرستنش زندان. آقای باسپورت چیزی که عجیبه اینه که این پسر تمام این مدت در اختیار من بود، عصای دستم بود، هر کاری ازش میخواستم دریغ نمی کرد. این میدونسته که قاتل پسر منه. چطور جرأت کرده وارد زندگی من بشه، سر سفره من بشینه؟ ببینید من از افکار اون آدم خبر ندارم، ولی از بجناتش معلومه که آدم شری نیست و دلیل درگیریش با پسر مرحومتون به خاطر عصبانیت آنی بوده. احتمالاً بعدش هم عذاب وجدان گرفته خواستگی جورایی جبران بکنه. من اگه بخوام پرونده بچه‌م رو دنبال بکنم به کجا باید مراجعه کنم؟ طبیعتاً باید برین دادگاه، خودشون به وقتش خبرتون میکنن. خانم نظری اینا یه لیست از پیشنهادات و انتقادات این هفته است که جلوی انتقادات شماره تلفنشون هم نوشتیم ما، که خانم نظری هفته بعد تو جلسه حتما راجع بهش صحبت کنیم، باهاش تماس بگیرم باهاشون. اینا چی؟ سلام. احوال شما؟ خانم نظری هستم. بله بفرمایید. سلام. سلام عرض سرکار خانم. چی کار داری؟ اتفاقی افتاده؟ به تو ربطی نداره. چیزی شده؟ بهت گفتم چی کار داری؟ هیچی. اومدم بگم امشب میخوایم بیایم خونه. برو گورتو گم کنه از اینجا دیگه، برو از اینجا. انگار حواست نیست چی داری میگی. نه چی گفتم؟ گفتم برو گم شو کامیار. من و تو با هم یه قول و قراری داریم، یادت رفته؟ تو داری. من ندارم. مجبورم کردی بهت گفتم برو گم شو بیرون. یعنی میگی یادت رفته آرش چه دردسریه؟ اسم اونو نگیر یا برو گمشتو بیرون، برو بیرون از اینجا.
پشیمون میشی. برو گمشو بیرون از اینجا. برو بیرون از اینجا. سلام آقای نظری، همه چی خوبه؟ میخواستم ببینم قول و قرار ما سر جاشه دیگه، نه؟ خب پس اگه موافق باشی میتونیم قرار عقد رو بذاریم. بسیار خوب، پس من منتظرم. خداحافظ. چه مرتضی چقدر زنگ میزنی تو؟ آقا کامیار بدبخت شدی. یعنی چی؟ ممکنه منو دستگیر کنن. میگی چی شده یا نه؟ آرش رفته خوشو معرفی کرده. اگه حرفی از کیف بزنه منو به جرم اخاذی میگیرن. میگن قاتلو میشناختم و چیزی نگفتم. چرن میگی؟ چرن نمیگم. امروز تو مایی سرا و شرکت همه خبر داشتن. واسه شما هم خطریه. اگه فکری بکنی. دیگه جرأت ندارم آفتابی بشم. ساکتی؟ چی شده؟ اون کسی که آقا پژمان رو زده بود و گرفتم. قاتل پژمان دستگیر شد. قاتل پژمان دستگیر شد. خود تو برای چی نشستی؟ برای چی نشستی؟ خدا شکر حالا نمیشه عین خواب میمونه. میتونیم بریم سند خونه شما رو هم آزاد کنیم. شادی منم دیگه آزادم. میتونم بیام خواستگاریت. میتونیم کارهای عروسیمون رو بکنیم. چون خوشحال نیستی شادی؟ من نگاه اون کسی که آقا پشمان رو زده برادر من. اون روزی که تو آقا پشمان دعواتون شد دستش خورده بود تو صورت من کبود شده بود. رفتم خونه داشتم برای مامانم تعریف میکردم. بعدش آرش اومد همه چی فهمید بدون اینکه به ما بگه. رفته بود سراغ آقا پشمان میخواست صفدای منو بگیره. تو همه مدت میدونستی؟ نه چند وقت فهمیدم. نمیدونستم باید چی کار کنم. تو روزای سختی رو کشیدی. برای من روزای سختی رو کشیدم. بین تو آرش گیر کرده بودم. آرش برادرمه. تو کسی که دوستش دارم. Thank you.
باعث همه این اتفاق منم. باعث همه این اتفاق منم. تنتون نمیذارم. اصلا فکرشو نمی کردم همچین کاری کنه. دیگه دلش طاقت نداشته. باید براش وکیل بگیریم. هزار تام که وکیل بگیریم تا پدر پژمان رضایت نده فایده ای نداره. شما نرفتین دیدن پدرش؟ هنوز نه. جرأتشو ندارم. با چه روی برم؟ این بچه همش تو خونه زندگیشون بوده. نمیدونم الان اون پیرمرد چه حال و هوایی داره. حتما خیلی عصبانی و ناراحته. ما باید خودمونو برای هر برخوردی آماده کنیم. حق دارن. من هر توهین و بد و بیرایی رو حاضرم بشنوم. چاره ای ندارم. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. به هر حال باید براش وکیل بگیریم. ملاقات بخوایم برین، دادگاه بخوایم برین، بدون وکیل نمیشه. من کار وکالتشو درست میکنم. اگه کار دیگه ای هم بود به من بگین. رونا جان. جان. الان میفهمم پسرم چرا اینقدر تو رو دوست داره. حیف که سرنوشتش این شد. من ناامید نیستم. تا هر موقعم که لازم باشه صبر کن. خدافظ. با این همه تجربه نفهمیدم که دارن گورم میزنن. مرد حسابی ادامت میکنن. کامیون تماس گرفت، گفت میخوان بیان حرف بزنن. بابا الان فقط آرش واسه من. آرش گردنش زیر تیغه. برای اجرای قصاص اگر قرار چیزی رو امضا کنم بدید امضا کنم. دیگه هم این برا پیداتون نشه. برید دوباره کارش. خانم شریفی امروز پلیس رفته بود شرکت سراغ منو گرفته بود. من نمیخوام تو پاسوز آرش بشی. من دیگه امیدی ندارم. قرار این بود که از خارم اخاذی کنیم. کسافت. توی تاریکی شب آه.